ساعت سه و دقیقه بامداد در لندن، هفت در تهران و کابل و هفت و نیم در دوشنبه. به چشمانداز بامدادی از بی بی سی خوش آمدید. من نازعین جاوید هستم. تعداد قربانیان کرونا در جهان همچنان رو به افزایش است. اما جرقه های از امید در اسپانیا و ایتالیا دیده می شود. گزارشی داریم از تازه ترین تحولات در مورد کرونا. دولت ایران میگوید تصویب آیین کمک به مشاغل آسیب دیده از کرونا به بعد از 13 فروردین موکول شده. از کارشناس میپرسیم چرا دولت توضیح درباره این جزئیات نمیدهد و کاهش قیمت نفت به کمترین حد در 18 سال گذشته از یک کارشناس جویای دلیل این افت قیمت میشویم ما با دو تا بحران موازی ترکار داریم یکی بحران کروناست که جنبه فوریت داره دیگری جنبه بحران اقتصادی است پیش از اینها خبرهای جهان را بشتم بیدن از فرج بالافکن تهیه کننده برنامه سلام و صبح بخیر شماره جانباختگان ویروس کرونا با جهش قابل ملاحظه ای در 24 ساعت گذشته به حدود 38 هزار نفر رسیده که نسبت به صبح دیروز 4 هزار نفر افزایش یافته شماره کل مبتلایان هم به بیش از 738 هزار نفر رسیده دیروز اسپانیا با 913 فوت بیشترین جانباختگان را داشت ایتالیا با 812 فوت دوم بود و ایالات متحده هم با 543 جام باخته در رتبه سوم قرار داشت در ایران مقام های بهداشتی نگرانند که بازگشت مسافران نوروزی موجب شدت شیوع این ویروس شود تا کنون بیش از 3000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 117 نفر هم جانشان را از دست دادند در افغانستان هم تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به 170 نفر افزایش یافته گزارش ها که تا کنون 4 نفر در آن کشور بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند دکتر حمید امیر نجاد از مقام های پزشکی هرات میگوید که 16 خدمه درمانی این شهرستان هم در میان مبتلایان قرار دارند در مجموع 16 واقع پرسینا رسایی ما دیگه آزمایی شد شده و از جمله از اینا دو واقعه کاملا بهبود و سهدیاب شده و هم که انجام شده بعد از او منفی شده یعنی سعدی ها کامل شده اما چهارده واقع دیگه ما قرنطینه خانه هستن وضعیت نا همه استیبال وضعیت نا در همین حال با شوی بیشتر ویروس کرونا در جهان و کاهش تقاضای نفت و یا تولید توقف تولید آن سبب شده که بهای نفت در یک ماه اخیر نصف شود گزارش ها حاکیست که هر بشکه نفت خام برند برای لحظاتی به کمتر از 23 دلار رسید که پایین نرخ در 18 سال گذشته است گزارش ها که ارتش آمریکا برای محافظت از نیروهای خود در برابر حملات احتمالی ایران و متحدانش در برخی پایگاه های عراق سامانه دفاع موشکی پاتریوت مستقر کرده. پیشتر جنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای سنت کام اعلام کرده بود که آمریکا سامانه های ضد موشک های بالستیک در عراق مستقر می کند. کامپیس فتایی گزارش می دهد. خبرگزاری فرانسه میگوید یکی از سامانه های پاتریوت هفته گذشته به پایگاه عین الاسد واقع در غرب عراق فرستاده شده پایگاهی که حدود دو ماه پیش ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس آن را موشک باران کرد بنابر این گزارش یک سامانه پاتریوت هم به پایگاهی در اربیل کردستان عراق فرستاده شده و دو سامانه هم قرار است به زودی از کویت به عراق برده شود اقدامی احتیاطی برای دفاع از نیروهای آمریکایی در شرایطی که تنش آمریکا با ایران و متحدانش در عراق بالا گرفته و آمریکا از تمدید چهار محدودیت موجود علیه برنامه هسته ایران به مدت 60 روز دیگر خبر داده در بیانیه وزارت خارجه آمریکا از جمله آمده که باشخواهی هسته ایران یکی از بزرگترین خطرها علیه صلح و امنیت بین‌المللی است سلام بر شما شنوندگان و بینندگان چشمانداز بامدادی به برنامه امروز سه شنبه دوازده فروردین 1399 برابر بر بر با 31 مارس 2020 خوش آمدید من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با فرج بالفکن تهیه کننده برنامه همراه شما خواهم بود امروز هم برنامه را با خبرهای مربوط به کووید 19 آغاز میکنیم پیش از همه به آمریکا میرویم در حالی که یک کشتی بیمارستانی نیروی دریایی آمریکا با هزار تخت خواب در بندر نیویورک پهلو گرفته تا با پذیرش بیماران غیر ویروسی به کاهش فشار بخش درمانی این کشور برای مقابله با کرونا کمک کند و فرمانداران آمریکا از کمبود کیتهای آزمایشگاهی برای تست کرونا میگویند رئیس جمهوری آمریکا گفته آمریکا مشکلی برای آزمایش افراد در این زمینه ندارد و به زودی آنقدر دستگاه تنفس مصنوعی تولید می کند که دولت بتواند مازاد را به کشورهای اروپایی بفرستد. آمریکا هنوز با 150 هزار مبتلا بالاترین نرخ بیماری در میان کشورهای جهان را دارد و ایتالیا با گذشتن از مرز 100 هزار مبتلا در رتبه دوم است اگرچه هم ایتالیا و هم اسپانیا از کاهش شیب منحنی همگیری کرونا خبر دادند همه اینها و تازه ترین خبرها از همگیری کرونا در کشورهای دیگر جهان در گزارش مهنوش پورزیایی از واشنگتن تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان از 770 هزار نفر گذشته. کشورهای مختلف تدابیر سخت گیرانه برای مهار گسترش این ویروس را ادامه میدهند. نزدیک به دو پنجم جمعیت جهان خانه نشین شدند و نمی توانند جز در موارد استراری منزل را ترک کنند. روز دوشنبه شهروندان ایالت های مریلند و ویرجینیا در آمریکا در کنار واشنگتن دی سی پایتخت این کشور به جمع این عده پیوستند. آمریکا در جهان بالاترین تعداد مبتلایان به کووید 19 یا ویروس کرونا را دارد و نیویورک در این کشور بیشترین تعداد بیمارا در کل آمریکا فرماندار نیویورک از کارکنان بخش های درمانی در سایر ایالت ها خواسته به کمک مردم نیویورک بیایند دسترسی به تاسیسات آزمایشگاهی و کیت های تست کرونا در کنار دستگاه تنفس مصنوعی یا تجهیزات حفاظتی از کادر درمان یکی از چالش های اصلی بخش درمان در آمریکا بوده با این همه روز دوشنبه دانالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور گفت ده شرکت خصوصی شبانه روز مشغول ساخت ماسک و دستگاه های تنفس مصنوعی هستند به گفته آقای ترامپ شرکت خودروسازی فورد هم در ساخت دستگاه تنفس مصنوعی به شرکت جنرال موتورز پیوسته و قرار است در صد روز آینده 50000 هزار دستگاه تنفس مصنوعی بسازد. رئیس جمهوری آمریکا پیش بینی کرد به زودی با این تولید آنقدر تجهیزات آماده می شود که آمریکا بتواند مازاد را به کشورهای اروپایی بفرستد. اما کشوری که در حال حاضر در این زمینه به کمک اروپایی ها آمده چین است. این کشور که پیشتر کمکهایی را راهی ایران کرده بود حالا یک هواپیمای باری حامل یک میلیون ماسک حفاظتی را به فرانسه فرستاده یک هواپیمای نظامی چین از شانگهای با 14 تن اقلام و تجهیزات درمانی در مادرید اسپانیا فرود آمده. اسپانیا سومین کشوری است که در تعداد مبتلا به ویروس کرونا از چین کانون اولیه این بیماری پیشی گرفته. با وجود این بعد از چند هفته افزایش تعداد مبتلایان و مرگ و ناشی از ویروس در اسپانیا و ایتالیا هر دو کشور از افت شیب منحنی ابتلا به کووید 19 خبر دادند. مسکو پایتخت روسیه از روز دوشنبه قانون منع رفت آمد را اجرایی کرده رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه گفته با اعطای هفت ماه حقوقش کارزاری را با نام همبستگی ملی برای مبارزه با این ویروس آغاز می کند. بنیامین نتانیاهو در پی ابتلای یکی از مشاوران نزدیکش به ویروس کرونا به قرنطینه رفته و در سوریه اولین مورد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس گزارش شده و بسته شدن کسب و کار و کارخانه ها در سراسر سر جهان به دلیل گسترش ویروس کرونا به کاهش تقاضای نفت و افت قیمت آن به پایین ترین حد در 18 سال گذشته منجر شده. هر بشک نفت خام برنت برای لحظاتی روز دوشنبه به زیر 23 دلار رسید که کمترین نرخ آن از سال 2002 میلادی تا کنون است. گزاری فود، گزارش بود از مهنوش پورزیایی. همانطور که در این گزارش هم شنیدید با شیوع بیشتر ویروس کرونا در جهان و کاهش تقاضا قیمت نفت در معاملات دیروز بازارهای جهانی به کمترین حد در 18 سال گذشته رسید. هر بشکه نفت خام برند برای لحظاتی به زیر 23 دلار رسید که کمترین نرخ از سال 2002 میلادی تا کنون است. هر بشکه نفت وست سگزاس اینترمدیتم هم به کمتر از 20 دلار رسید که البته در طول معاملات معاملات قیمت ها بهبود یافت. کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش یا توقف تولید در دنیا سبب شده در یک ماه اخیر قیمت نفت نصف شود. تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا هم به شدت از این کاهش قیمت آسیب دیدند. آیا فقط کرونا موجب چنین کاهش قیمتی شده؟ این سالی بود که با حسن منصور استاد اقتصاد و کارشناس نفت و انرژی مطرح کردم. کرونا عملا سبب شده که نظام های تولیدی جهان با یک افت شدید روبرو بشن در واقع ما با دو تا بحران موازی از سرکار داریم یکی بحران کروناست که جنبه فوریت داره دیگری جنبه بحران اقتصادی است هنوز انبارها پره در نتیجه توقف تولید امروز اون زنجیره تولید و زنجیره ارزه رو زیاد مختل نمیکنه ولی در دراز مدت این قضیه جدی میشه و اگر طولانی باشه در اون صورت بحران اقتصادی از بحران کرونا میتونه جدی تر باشه امروز کرونا سبب شده که تقاضای نفت کم بشه در نتیجه از اون 104 میلیون بشکه در روزی که تقاضای نفت در بازار بود حدود 43 44 میلیون بشکه از سوی اوپک تولید میشه که هزینه تموم شده این بین 10 تا 15 دلاره در نتیجه تقاضا از اون 44 45 میلیون بشکه در روز بالاتر که میره میرین به اشل های جهانی و آمریکا در اونجا ارزانترین قیمت 25 تا 30 اونم نمیتونه تقاضای جهان رو سیراب کنه هر چه تقاضا بالاتر میره قیمت به سوی پنجاه تا شست بالاتر میره در نتیجه اگه سلامت اقتصادی جهان برگرده طی شیش ماه آینده در اون صورت قیمت ها میتونن اونجا برگردن در غیر این صورت قیمت های کنونی که امروز در حدود 23 دلار برای نفت پرنت حدود 20 دلار برای نفت تگزاس غربی بود این برای مدت ادامه پیدا خواهد کرد بستگی بینید که چقدر این قضیه تعمیق بشه در شرایط عادی هنوز چشماندازی برای بر از قضیه وجود نداره امیدواریم در ماهای آینده به وجود بیاد فکر میکنید که اختلاف بین کشورهای تولید کننده نفت صادر کننده نفت و روسیه به علل خصوص عربستان سعودی و روسیه در تعیین قیمت نفت چه تاثیری میذاره؟ فکر میکنید بعد از ماجرای کرونا آیا این کشورها باید با همدیگه به یه توافقی برسن که بتونن کمک بکنن به بالا رفتن قیمت نفت؟ ببینید این قضیه واقعیت داره ولی فرع مقوله کروناست امروز برای اینکه رقابت اوپک با عربستان سعودی که عملا از اوپک عملا پاش بیرون گذاشته و روسیه که با این تولید کننده بزرگ اوپک رقابت میکنه اینا هر کدوم استراتژی های جداگانی رو دنبال میکنن در درجه اول هر دوی این قدرت تولید کننده میخواهند سهم بازار خودشون گسترش بدن و برای این میخوان بیشتر تولید کنن و از اونایی که نمیتونن تولید کنن بازار رو بگیرن قراردادهای طولانی مدت ببندن اینطوری ولی A Roussillet. استراتژی دیگری هم داره و اون از میدون به در کردن رقیب استراتژی که خودش یعنی تولید کنندگان نفت شیله و امروز چون قیمت زیر سی دلار افتاده در نتیجه این تولید کنندگان نمیتونن تولید بکنند و بدهی های سنگین اینها به بانک ها سبب شده که نه فقط سهام خودشون عملان بسیار بیارزش بشه سهام بانک های وام شدت افتاده در نتیجه بعد از آنکه که این بحران کرونا فروکش بکنه در این صورت قطعی است که این رقیبان میتونن با هم دیگه تا حدود کنار بیان ولو که استراتژی ارز کنم متفاوت داشته باشن ولی در شرایط کنونی مسئله اورژان و فوری مسئله کرونا که باید مهار بشه حسن منصور استاد اقتصاد و کارشناس نفت و انرژی سری بزنیم به ایران وزارت به بهداشت ایران میگوید بعضی از استانها از نقطه اوج ابتلا به کرونا عبور کردند اما این نگرانی وجود دارد که بازگشت مسافران نوروزی از مناطق دارای ویروس باعث شدت شیوع شود بر تازهترین تازه آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از سه هزار مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 17 نفر هم جانشان را از دست دادند. در همین حال وزارت دفاع ایران گفته تولید انبوه کیت آزمایش کرونا را آغاز کرده به گفته مقام های این وزارتخانه این کیت ها می در عرض سه ساعت نتیجه, آزمایش را مشخص کنند شبنم به شعبانی گزارش میدهد. مهمان ناخانده ای که تخمین زده می شود دست کم تا چند ماه دیگر قصد رفتن نداشته باشد وزارت بهداشت ایران میگوید تا به حال بیش از چهل هزار نفر مبتلا به کرونا شناسایی شده و بیش از دو هزار و هفتصد نفر هم جان باختند اوج بیماری اما به گفته ای وزارت بهداشت هنوز در بعضی از نقاط کشور فرا نرسیده مصطفى معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران هم در نامه ای به رئیس جمهوری خواسته آمار کرونا شفاف و صادقانه اعلام شود هرچند بسیاری میگویند آمار واقعی بالاتر است یک دلیل عمدهش در دسترس نبودن تست های کرونا به مقدار کافی بوده. حالا وزارت دفاع ایران میگوید تولید انبوه کیت های تست کرونا را آغاز کرده. کیت هایی که گفته شده در عرض سه ساعت نتیجه آزمایش را مشخص می هرچند میزان کاراییشان هنوز مشخص نیست. معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت امروز گفت در استانهای قوم، گیلان، مازندران و مرکزی شمار مبتلایان رو به کاهش است. استانهایی که عمدتا مقصد گردشگری بودند و با وجود هشدارها در تعطیلات نوروز هم به اجبار میزبان گردشگران ماندند وزارت بهداشت اما نگران است که با نزدیک شدن به پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت این مسافران شهرهایشان شاهد اوج بیماری باشد تلاش ها برای رویارویی با شیوع ویروس کرونا در جهان کماکان یک محور اصلی دارد در خانه ماندن و کاهش رفت آمدهای غیر ضروری در ایران هم تلاش ها برای فاصله گذاری اجتماعی تا حدودی از رفت آمد ها کاسته. گزارش شده حمل و نقل عمومی در پایتخت در روزهای گذشته 85 درصد کاهش یافته. اما دو چالش عمده پیش پای اجرای طرح در خانه ماندن است. یکی شهروندانی که هنوز کرونا را جدی نگرفتند و زندگی روزانهشان را به آداب و ترتیب دوران پیش از کرونا ادامه میدهند و دیگری نگرانی معیشتی بسیاری که نمیدانند اگر برای امرار معاش بیرون نروند چگونه باید خرج زندگیشان را در بیاورند. ایران برای مقابله با چالش اول به اجرای طرحهای ضربتی رو آورده. پلیس میگوید تا کنون 5000 برگ جریمه نیم میلیون تومانی برای رانندگان متخلفی که سفر غیر ضروری انجام دادن صادر کرده. این سخنان علی ربیعی سخنگوی دولت ایران سیاست های را اتخاذ کردیم که بیکاری گسترده رخ ندهد. کارگران در کارگاه ها بمانند بنابراین هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان اعتبار با نرخ دوازده درصد برای حمایت از تولید حفظ تولید و نگه داشته شدن کارگران در کارگاه های تولیدی در صنوفی که از این بیماری آسیب دیدن اختصاص یافت برای رویارویی با چالش دوم و نگه داشتن افراد با دقدقه های معیشتی در خانه نیاز به سیاست های حمایتی قوی است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران خود چالشی برای دولت است شب به شنبانی گزارش میداد دولت ایران میگوید تصویب آیین نامه کمک به مشاغل آسیب دیده از کرونا را به بعد از 13 فروردین موکول کرده علی ربی سخنگوی دولت در اولین نشست خود با خبرنگاران در سال جدید گفت آی نامه ای آین نامه این مصوبه آماده شده اما در جلسه بعد از 13 فروردین به تصویب دولت خواهد رسید به گفته بانک مرکزی رستوران ها، هتل ها، شکت های هوایی، خدمات مسافرتی، تولیدی های پوشاک و کفش، مراکز توزیع آجیل، قنادی ها، مراکز گردشگری، صنایع دستی و مجتمع های ورزشی و تفریحی از جمله مصادیق آسیب دیده از شیوع کرونا هستند. هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندایس از شهر بوستون با ما تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم شبتون بخیر آقای کهالزاده در بوستون البته شب شما در اونجا خوش آمدید به برنامه آقای کهالزاده با این بسته یا آیین نامه کمک به مشاغل آسیب دیده شروع کنیم در خیلی از کشورهای غربی دولت ها این روزها شاهد هستیم که برنامه های اعلام میکنن برای کمک به مردم و جزئیاتش رو میگن در چه حدی در چه میزانی و مبلغ رو اعلام میکنن و تا چه مدت ادامه می بدن این کمک ها رو اما در ایران هیچ جزئیاتی راجع به این برنامه ها ما نداریم چرا دولت پرهیز میکنه از اینکه جزئیات و اطلاعات بیشتری بده شاید ساده‌ترین پاسخ به این پرسش این باشه که ما در یک شرایطی قرار داریم که هیچ برآوردی نمیشه کرد و در یک شرایط عدم اطمینانی هستیم که نمیدونیم کرونا دقیقا به اقتصاد ایران چه خواهد کرد بنابراین نمیتونیم تصمیم بگیریم ولی در مجموع وقتی نگاه میکنیم طی یکی دو سال گذشته میبینیم که فرایندهای سیاستگذاری در ایران خیلی عوض شده به این معنا که فرایند سیاستگذاری معمول که یک چرخه ای داره و یک سری رو باید طی بکنه تا یک طرح برنامه ای تبدیل به یک سیاست بشه و اجرا بشه در ایران رعایت نمیشه و ما شاهد تصمیم گیری های اقتصادی خیلی مهم توسط سران سقوا و امروز هم کمیته مبارزه با این چند روز هم کمیته مبارزه با کرونا هستیم که تمام چرخه سیاستگذاری دور زده میشه سهم کارشناسی به شدت کم شده سهم نهادهای تصمیمگیر نادیده شد نادیده گرفته میشه و کم شده و بنابراین مشاهده یک نوع اعلام سیاست از بالا به پایین هستیم بدون که جزئیاتش رو بدونیم اتفاقی سر بنزین هم افتاد یک طرحی ما اعلام میکنیم و بعد دستگاه مربوطه باید برن به عبارتی دکمه ای رو ما پیدا میکنیم و براش به عبارتی میگیم کتی دوخته بشه که برازنده اون دکمه باشه متاسفانه و این چرخه باعث برعکس بشه این این کاری که اتفاق داره میفته عملا اثر بخشیه سیاست ها و منابعی که درش خرج میشه رو به شدت تهدید میکنه و اعتماد عمومی رو به دولت لطمه میزنه من فکر میکنم این طرح توسط بانک مرکزی و وزارت رفاه کلیاتش تر شده و اینا بسته پیشنهادی رو بخشایی که بوده مثلا 100 هزار میلیارد تومن سرجم گرفتند و جزئیات خیلی کمی ازش ترک کردند تو دستگاه مربوطه بشینن و اون چیزی که تصدیق شده رو براش جزئیات در بیارن. اشاره کردید به اعتماد مردم به چنین برنامه های این بسته های حمایتی دولتی در کشورهای مختلف معمولا برای نیست که به مردم اطمینان خاطر بدن آیا چنین پیشنهادی از سوی دولت ایران هم میتونه در مردم همچنین اطمینانی رو به وجود بیاره؟ ببینید معمولا دولت ها این بسته ها رو در شرایط مختلف میپردازند برای اینکه منابع آزاد بکنند اختیار مردم قرار میدن که یا جبران بیکاری بشه یا جلوگیری بشه از این بخشی از طبقه آسیب از که زیر خط فقر نیفتند یا افرادی که زیر خط فقرند وضعیت بهتری داشته باشند و به عبارتی ب... اثر رفاهی داشته باشه بعضی وقتا این بسته ها دنبال اینه که خانواده‌ها ها مسارفشون رو بالا ببرن تا جلوگیری از سقوط یا رکود شدید بشه ولی عمده مسئله این هستش که دولت ها با این کار تلاش میکنن به دولت به بنگاه ها و خانوارا بگن که ما بخشی از ریسکی که در اتفاق میافته رو پوشش میدیم شما نگران نباشید اعتماد بدن اعتماد بخشی بکنن که ما داریم مدیریت میکنیم بحران رو و به عبارتی ما بیمه اتکایی خلاصه همه بیمه ها هستیم و این نگران نباشه متاسفانه ارز کردم به دلیل این چرخه سیاست گذاری و, و شاید کم اعتباری دولت و منازعات سیاسی داخلی خیلی مردم اعتماد ندارن البته شاید بخشم به هر حال ما میدونیم این پروپاگاندا و فشار رسانه‌ای هم که روی مردم هست بی تحصیل نیست هرچند خود علت اصلی ناکارآمدی دولت و شکست سیاست گذاریه ولی اگه فرض بکنیم که این بسته 100 هزار میلیارد تومانی که در مورد میشه واقعا انتقاد کرده بخش‌های مختلفش هدفش ایجاد اعتماد باشه و اطمینان بخشی به جامعه باشه باز جامعه سوال خواهد کرد که خب ما فقط کرونا نیست مسئلهمون تحریما رو میخواید چیکار بکنید مسئله فروش افت قیمت نفت که عملا نفت ایران الان هزینه تولیدش من کاری به تخفیف ها و هزینه انتقال پولش ندارم و اصلا کاری به تحریم هم نداریم هزینه تولیدش الان با هزینه فروشش برابر هست و عملا میشه گفتش که ما منابع نفتی نخواهیم داشت برای حتی زمانی که قیمت نفت این اندازه هست با اون میخوایم کار بکنیم بنابراین دولت با یک مجموعه از سوالات رو به که با این بسته اگر فرض به این بگیریم که این بسته بسیار عالی به هدفش سرایت خواهد کرد همچنان سوال بازی دولت باش روبروست که نمیتونه جواب بده و مشخص آقای کوادزاده فکر میکنی حالا فرصت خیلی کمی دارید میشه بگید که پس دولت باید چه کار بکنه برای اینکه از این مشکلات اقتصادی بیاد بیرون آیا باید اسکناس چاپ بکنه احتمالاً ما از این بسته سر هزار میلیارد تومنی که درن بحثش هست 8 درصدش قرار به خانوارها برسه و 75000 هزار 75, 75 درصدش قرار به ها وام داده بشه ولی میدونید دولت منابع نداره احتمالا ای کسی بودجه بالای 50 درصد خواهد داشت به نظر میرسید چاره جز استقراض از بانک مرکزی فروش اوراق قرضه یا استقراض از نهادهایی مثل ستاد فرمان اجرایی امام موقوفه ها و آستان قدس نباشه این مسئله مسئله دولت نی مسئله ایران و مسئله همه مردم ایران و همه دستگاه حکومتی بایستی مشارکت بکنن اگر هم نمیخوان به دولت پولی بدن میتونن شاید یک راه این باشه که ای دولت او را قرضه بفروشه به این نهادها و از اونا منابع بگیره تا بتونه آزاد بکنه صرفا استفاده از صندوق ذخیره ارزی یا حتی وام 5 میلیارد دلاری صندوق بینالمللی که ما میدونیم که تقریبا آمریکا اجازه نخواهد داد که این منابع دست مردم ما برسه کفاف این هزینه رو نخواهد کرد و باید یک عزم جدی ملی داخل مجموعه حاکمیت لازم هست که به دولت کمک کنن تا این این رو عبور بکنن با تاکید بیشتر که امیدواریم که به خانوارها و بخشای غیر رسمی اقتصاد ایران توجه بیشتری بشه 75 درصد این منابع قرار به بنگاه ها داده بشه اگه فرض بگیریم جزئیاتش هم میدونیم که نمیدونیم ولی به بس بخش بسیار بسیار اندکش قرار هستش به بخش قابل توجهی از جامعه برسی گفتن 3 میلیون خانوار و ما, ما میدونیم که حتی از 3 میلیون مل. نفر گفتن شغلشون رو دست دادن منابع میگیرن ما میدونیم که نزدیک 60 درصد جامعه ایران 57 میلیون نفر نیاز به کمک فوری دارن در این ایام مچکر هستم آقای هادیه که پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندایس از شهر بستان خب طبق معمول وقت شده که از شما شنوندگان و بینندگان برنامه دعوت کنم که با نظرات خودتون به برنامه بپیوندید بگید که در مورد توضیحات کارشناسان ما چی فکر میکنید خود شما نظرتون در مورد خبرهای روز و مطالبی که چیه و شرایط شهر و محل زندگیتون در این دورانی که به روزهای کرونایی معروف شده برمون بگید حالا روزتون چطوره در قرنطینه شخصی هستید یا اینکه مجبورید برید سر کار اگر میرید سر کار کارتون چی از وضعیتتون توی روزها بگید راه تماس با ما رو که میدونید پای صفحه فیسبوک و یا در تلگرام راهاترین و سریعترین راهه و این هم جزئیاتش دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما. بامدادی BBC شما بام دادی at bbc.co.uk دوفر44 سی70 49 22 22 چش انده بام دادی را از BBC بی بی در لندن میشنوید بحران کرونا مقام های مسئول آلمان را با نگرانیهای های بزرگی مواجه کرده. یک سیاستمدار برجسته این کشور که وزیر دارایی ایالات هسن بود، بر اثر تصورات غمانگیزی که از آینده اقتصادی آلمان با عنوان پیامدهای بحران کرونا داشت، خودکشی کرده. جزئیات بیشتر از مرتضی رئیسی خبرنگار آزاد در بونه آلمان وزیر دارایی هسن یکی از مهمترین ایالات آلمان به طور ناگهانی خودکشی کرد و با مرگ خود دولت مردان و افکار عمومی را بیش از پیش به خطرات ناشی از بحران کرونا برای جامعه آلمان آگاه کرد توماس شفر بیش از ده سال وزیر دارایی ایالت حسن بود و در روزها و هفته های گذشته با تلاش بسیار برای تنظیم و امکانات اجرایی برنامه برای ترمیم سازمان های اقتصادی و تأمین مزد کارکنانی که بیکار می شوند، کار کرد او در هفته پیش بودجه شامل میلیاردها یورو به پارلمان ایالتی حسن داد و مهمترین دقدقه خود را از کار افتادن صنایع آلمان و بیکاری شاغلان به عنوان پیامد بحران کرونا اعلام کرده بود وزیر دارایی حسن دائم نگران بود که آلمان با آن همه پیشرفت و ترقیات اقتصادی چگونه می تواند با این وضع روبرو شود آقای بوفیه نخست وزیر ایالت حسن گفت دوست و وزیر دارایی او تا آخرین لحظه و در نهایت شادابی و اراده محکم و شب و روز برای یافتن راههای عملی جبران باران ناشی از اشاعه ویروس کرونا تلاش میکرد بنا به گزارش روزنامه های آلمان آقای شفر در پست های مختلف از جمله وزارت دارایی از خود لیاقت های قابل توجهی نشان داده و قرار بود جانشین آقای بوفیه نخست وزیر کنونی حسن شود بنا بر همین گزارشها در روزهای اخیر نگرانی های بسیار عمیق از پیامدهای کرونا و آینده آلمان داشته ولی کسی تصور نمی که این دولت مرد پنجا و چهار ساله و دارای همسر و فرزند از زندگی خود دست شوید خودکشی آقای شفر با تأسف و تعمق در میان مسئولان و جامعه آلمان روبرو شده است گزارش شده از مرتزا رئیسی برنامه با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم در ایران در یک نگاه کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا در ایران در ای از مردم خواسته تا در روز 13 فروردین روز طبیعت همه در خانه بمانند و از هرگونه حضور در پارکها، ها، مراکز تفریحی و حاشیه شهرها که میتواند عامل جدی برای گسترش ابتلا به کرونا شود، خودداری کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به وزیر خارجه ایران در توییتی خطاب به مقامهای ایرانی گفته اگر رژیم ایران برای مقابله با کرونا احتیاج به منابع مالی دارد میتواند از میلیاردها دلار پول صندوق معاف از مالیات رهبر ایران برداشت کند مورگان اورتگاس گفته مشکل تحریم ها نیست مشکل رژیم ایران است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشتر توییت کرده بود که آمریکا در دوران شیوع کرونا جنگ اقتصادی تروریسم اقتصادی و تروریسم بهداشتی علیه ایرانیان به راه انداخته او از سایر کشورها درخواست کرده بود پیروی از دریمهای ایالات متحده را متوقف کنند خانواده جمعی از قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین که به وسیله دو موشک سپاه پاسداران ساقط شد در نامه خطاب به رئیس سازمان جهانی هوانوردی از عدم همکاری و رفتار به گفته آنها خسمانه و کین توزانه مقامات ایران با خانواده قربانیان شکایت کردند و خواستار تحقیقات جامع و منصفانه درباره سقوط این هواپیما شدند در بخشی از این نامه نویسندگان آن گفتند ابهامات درباره این ماجرا آنها را رها نمی کند. و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ایران برای 18 رسانه اینترنتی مجوز پخش زنده برنامه های آموزشی و مذهبی، کنسرت و تئاتر را در فضای مجازی ایران صادر کرده است. علی سعد مدیر روابط عمومی این سازمان گفته از سه شب کنسرت مجازی برج میلاد استقبال چشمگیری در این فضا شده و هر روز بر تعداد مخاطبان آن افزوده می شود و گفته پخش این کنسرت ها تا روز 21 فروردین ماه امسال ادامه خواهد داشت. فرصتی داریم نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر مهم شمار جانباختگان ویروس کرونا با جهش قابل ملاحظه در 24 ساعت گذشته به حدود 38 هزار نفر رسیده که نسبت به صبح دیروز 4 هزار نفر افزایش یافته شمار کل مبتلایان هم به بیش از 783 هزار نفر رسیده در ایران مقام های بهداشتی نگرانند که بازگشت مسافران نوروزی موجب شدت شیوع این ویروس شود تا کنون بیش از سه هزار مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 117 نفر هم جانشان را از دست دادند در افغانستان هم تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به 170 نفر رسیده در همین حال با شیوع بیشتر ویروس کرونا در جهان و اگر کاهش تقاضای نفت و یا توقف تولید آن موجب شده که بهای نفت در یک ماه اخیر نصف شود و گزارشها ها کیس که ارتش آمریکا برای محافظت از نیروهای خود در برابر حملات احتمالی ایران و متحدانش در برخی پایگاه های عراق سامانه دفاع موشکی پاتریوت مستقر کرده به نیمه برنامه رسیدیم اجازه بدید ببینیم در نیم ساعت دوم چه مطالبی در انتظار شماست بخش دیگه ای از رشته برنامه های شیرازه رو خواهیم شنید که این بار نگاهی دارد به موضوع سیاست از چشم سعدی در کتاب گلستان وقتی رسیدیم سر خاک آفتاب داشت غروب می یکی یک بشقاب آش دادن دست ما چه آشی بود پر پیازداغ و نعناداغ توی بشقاب بلور قابلامه آش روی چراغ گاز سوز بود. همسایه ها آش رشته پخته بودند. البته همینجا باید توضیح بدم که این برنامه شیرازه نبود که که شنید بعد که از معرفی دو کتاب توسط مسعود بهنود که اون رو هم در پایان برنامه میشنویم بخش دیگه از رشته برنامه شیرازه رو داریم خبرهای ورزشی رو هم که داریم خب حالا بریم به سراغ شیرازه اگر در روزهای گذشته برنامه ما رو دنبال کرده باشید حتما شیرازه ویژه برنامه نوروزی ما رو شنیدید که فصل سومش در حال باز پخشه فصلی که به گلستان سعدی داده شده و در آن سام فرزانه تهیه کننده این مجموعه امروز از چشم سعدی نگاهی به موضوع سیاست میاندازد شیرازه ورقی از گلستان سعدی سیاست. سلام ابوالحسن صدیقی نقاش و مجسم ساز ایرانی طرحی دارد از چهره سعدی که بسیار مشهور است بینی کشیده دارد و چشمانی هوشیار و ابروهایی که رو به بالا رفته و بر هوشیاری چهره افزوده صورتش لاغر و استخوانی است و دستاری به سر دارد آقای صدیقی که سعدی را ندیده بود و جایی هم درباره شکل و شمایل سعدی چیزی نوشته نشده پس می توان گفت این تصورات هنرمند از سعدی است که به کمکش آمده تا چنین طرحی بکشد تصوراتی از یک مرد زیرک جهان دیده و اهل علم تصورات از زیرکی سعدی بیشتر ریشه در نکته سنجی ها و شوخ طبعی او دارد عباس میلانی رئیس گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد در مقاله ای روی دیگری از زیرکی سعدی را نشانمان می دهد. این که چطور در باب اول گلستان به حاکمان نصیحت می کند و در ضمن مراقب است که سرش بر باد نرود. در همون مقدمه گلستان خیلی به سراحت می گه که من نمیتونم همه حرفامو بزنم و من بایستی به تلویح و تلمیح حرفامو بزنم و بر شما خواننده است که مراد من و معنای مستتر در این کلمات رو باز بیابید. اما در دور و زمانه ما بسیاری سعدی را به خاطر محافظ کاریش نقد کردند. آقای میلانی نکته ای را به یادمان می اینکه چطور ما فعالانه در شعر اخوان سالس نیمای شاعران معاصر دیگر به دنبال نشانه های از جو خفقان و سانسور می گردیم مثل اشاره ای به شب یا به زمستان ما در مورد نویسنده های معاصر دائم کارو میکنیم بله در مورد سعدی به نظر نمیاد که حاضریم این کارو بکنیم و بپذیریم که اونم سرش در مفهوم واقعی زیر ساتور بوده و نمیتونسته هم همه رو بزنه مقاله آقای میلانی سعدی و سیرت پادشاهان نام دارد آنجا نوشته در چهل و یک حکایت باب اول گلستان دست کم در بیست و حکایت لحن سعدی نسبت به پادشاهان انتقادی است بعد یک تمرین هم به خواننده میدهد و میگوید بیایید کل باب اول را یک داستان به هم پیوسته در نظر بگیرید که شخصیت اصلی آن پادشاه نام دارد و ببینید به رقم شهرتی که سعدی به عنوان مدداه شاهان پیدا کرده چطور زیرکانه؟ تصویری سخت کندهنده از سیرت پادشاهان ارزه کرده است. پادشاهی که ظالم و تنگ نظر است، اطرافیانش بخیل هستند، کسی که عقل و کیاست داشته باشد را میراند مال مردم خور است به حرف وزیر عاقل گوش نمی کند به بی‌انصافی معروف است مردم آزار است ساده لو است کینه توز است حسران در وزیرش برای رسیدن آب خزینه سلطان مردم را زیاده اینطوری نمیشه فهمید شبنم خانم طلویی یه حکایت از باب اولو بخونیم با هم از وزرا معذول شد و به حلقه درویشان درآمد. اثر برکت صحبت ایشان در او سرایت کرد و جمعیت خاطرش دست داد. ملک بار دیگر بر او دل خوش کرد و عمل فرمود. قبولش نیامد و گفت معذولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی. پادشاه بعد از عزل کردن دوباره به وزیر پیشنهاد کار می دهد اما وزیر نمیپذیرد آنان که به کنج آفیت بنشستند دندان سگ و دهان مردم بستند کاغذ به دریدند و قلم بشکستند و از دست زبان حرفگیران رستند ملک گفتا هر آینه ما را خردمندی کافی باید که تدبیر مملکت را بشاید گفت ای ملک نشان خردمند کافی جز آن نیست که به چنین کارها تن ندهد همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد گوش را گفتند تو را ملازمت صحبت شیر به چه وجه اختیار افتاد گفت تا فضله سیدش میخورم و از شر دشمنان در پناه سولت او زندگانی میکنم. گفتندش اکنون که به زل حمایتش در آمدی و به شکر نعمتش اعتراف کردی چرا نزدیکتر نیایی تا به حلقه خواستانت درارد و از بندگان مخلصت شمارد گفت همچنان از بدش او ایمن نیستم یعنی همچنان احتمال اینکه به من حمله کند وجود دارد. سعدی میگوید هم احتمال دارد که سلطان به ندیمش زر بدهد و همین که سر ندیم برود. حکما گفتند از تلون طبع پادشاهان بر حذر باید بودن که وقتی به سلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند و آوردند که زرافت بسیار کردند هنر ندیمان است و عیب حکیمان تو بر سر قدر خیشتن باش و وقار بازی و زرافت به ندیمان بگذار سوالی که اینجا پیش می آید این است که آیا سعدی مخاطبش را به آفیت طلبی توصیه می کند؟ یعنی دارد یک طوری در گوش ما میگوید سیاست پدر و مادر ندارد گلستان خودش یک مشارکت اساسی در سیاسته یک باب مفصل در مورد پادشاهان داره ولی در عین حال سعدی سیاست رو برای درویشان نمیپسنده درویش کی هست اون نیست که وقتی که پادشاهی رد میشه از درویش میپرسه که هیچت از ما یاد آید میگه که آره وقتی از خدا فراموش میکنم یاد تو میفت نظر مهدی جامی بود که شنیدید و حالا برداشت فاطمه زارعی نویسنده از این حکایت اون چی که توجه منو جلب کرد توی این حکایت و کل گلستان پرداختن به بود فردی تا نهایت بود اجتماعی زندگی یه آدمه که یک سر این بینهایت درویشه یک سرش وزیر و ما میبینیم که مرتب پادشاه که قدرت اصلیه با یک وزیر یا یک درویشی در تعامله که هر دو تا این دوتا سعدی هستن توجه به فرد و تصمیمی که او در زندگی می گیرد در نظر عباس میلانی یکی از نشانه های تجدد است اصلا یک تعریف تجدد به یک روایتی آغاز اومانیزم انسانگرایی است انسانگرایی یعنی دقیقا همین که انسان هم فائل اندیشه است هم موضوع اندیشه است هم قایت اندیشه است در آن مقاله آقای میلانی که شرحش رفت او سعی کرده نشان دهد یکی از اولین تلاش ها برای رسیدن به تجدد در ایران را سعدی رقم زده است یکی از شاخص های زبان در عصر تجدد این است که زبان کتابت هر روز ساده تر میشه هر روز ایجازش بیشتر میشه که این ویژگی در نصر سعدی وجود دارد ویژگی سبکی دیگر به نظر آقای میلانی این است که سعدی بنوی دارد مقاله می نویسد و مقاله یا اسی زبان تجدد و فرم ادبی تجدد در غرب است. مقاله را هم اینطور تعریف می کند که نوشته ای است که موضوعی را از زوایای گوناگون به شما نشان می دهد تا درک وسیعتری از آن داشته باشید. سعدی این کار در گلستان با مفهوم سلطنت می کند. یعنی اون مفهوم رو می گیره و در موردش یک, یک روایت یک اسی می نویسه. و مثل هر اسه درخشانی وقتی که مقاله رو میخونید میبینید که اون مسئله دیگه اون چی که فکر میکردید نیست در بحث محتوایی آقای میلانی در اش نوشته سعدی هرگز به شاهی توصیه نمی کند که در اداره امور از مشورت علما و ائمه دین بهره بگیرد در نظر آقای میلانی سعدی در اینجا به نوعی جدایی دین از سیاست را مراعات کرده است و نکته دیگرش هم در بحث مشروعیت نظام سیاسی است توصیه سعدی دقیقا اینه که پادشاه بایستی مورد پسند مردم باشه بایستی نظر مردم رو رایت بکنه و مشروعیت پادشاه بازبسته به حمایت مردم هست که به قایت مفهوم و پدیده هم متجدده و هم در زمان خودش ستودنی مقاله آقای میلانی در کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران چاپ شده که نشر اختران آن را منتشر کرده است. کتاب مشتمل بر بحثهایی چون تجدد در اصر استعمار و تجدد ادبی هم هست. ستار را فرج بالافکن در این برنامه به صدا درآورده متن گلستان را معصومه ناصری خلاصه کرده و من، سام فرزانه تهیه کننده برنامه بودم نقطه خب این هم یک قسمت دیگه از شیرازه اجازه بدید نگاهی بندازیم به پیام های شما در فیسبوک پیام ها کم تعدادشون این چیزایی که بتونم براتون بخونم سبقت نوشته آلمانی که از کشورهای موفق در مهار کرونا این آقای شفر چرا خودکشی کرد اشاره است به اون ام، کسی در آلمان که سیاست مداران آلمان که خودکشی کرده به خاطر تصورات خیلی قمنگیزی که از پیامدهای کرونا داشته بر اقتصاد آلمان مجید نمیشه دو هفته است در خانه هستم حالا ترامپ میگه یک ماه دیگه هم باید بمونی تا آخر ماه آوریل که ظاهرا خیلی از این موضوع راضی نیست البته به منم بگن شش هفته بمونم توی خونه برام سخت خواهد بود بریم سراغ تلگرام مهدی نوشته با همه با همه کرونا باید به انزواگره های جهان ثابت شده باشه که جهانی شدن به طور قطع اتفاق افتاده و مدیران و سیاست مداران چاره جز قبول ندارند و هرچه بیشتر در برابر مقاومت کنند در برابر امواج جهانی سازی سربه های بدتری از نظر اقتصادی و به تب سیاسی خواهند خورد به نام نوشته تا زمانی که دولت ایران شفافیت در پیش نگیرد و آمار واقعی را اعلام نکند دنیا نمیفهمد میزان وخامت اوضا در ایران چگونه است و طبیعتا به خود میگوید با این آمار رسمی ایران مشکلی برای مدیریت خود ندارد متاسفانه ما مساق آن ضربالمثل هستیم که درون ما خود ما را کشته بیرون بیرون ما دیگران را این نظر بهنام بود و زینب نوشته انقدر حکومت ما و صدا و سیما به خصوص در دو سال اخیر در دی ماه 96 آبان 98 سرنگونی ما و چیزای دیگه به ما ملت دروغ گفته که دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد و پول یا غذایی هم نمیده که مجبور نشیم بریم سراغ کار اجازه بدی ببینم فرصت داریم که چیز دیگه ای بخونه هم کسی دیگه هم حتی پیام طولانی نوشته در پایینش فقط میتونم بهتون بگم که نوشته این رو هم اضافه کنم که بعضی مصرف کننده ها بعد از اینکه به دلیل مسمومیت به بیمارستان مراجعه می کنند البته این قسمت مفهومی نداره چون قسمت اول رو که خیلی طولانی نمیتونم براتون بخونم خب این هم از پیام های شما حالا بریم به سراغ خبرهای ورزشی تأثیر ویروس کرونا و شیوع بدون وقفه بیماری ناشی از این ویروس بر دنیای ورزش همچنان ادامه داره جزئیات اون رو از علی آخوندان بشنویم دیروز زمان دقیق برگزاری مسابقات المپیک که قبلا گفته شده بود یک سال به تعویق افتاده اعلام شد و مشخص شد که با تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک این مسابقات از 23 ژوئیه تا 8 اوت 2021 برگزار میشه هرچند که برگزار کننده گفتن کماکان نامش توکیو 2020 باقی مورد نام رسمی مسابقات پارالمپیک هم از 25 اوت 2020 قرار بود آغاز بشه که حالا از 24 اوت تا 5 سپتامبر 2021 بر... برگزار میشه خب همونجوری که قبلا گفته شده بود سهمه ورزشکاران تغییر نخواهد کرد و هر کسی که سهمیه گرفته سهمش حفظ میشه و همچنین برگزار کننده گفتن که بیلیت های قبلی کماکان اعتبار داره و اما اگر کسی بخواد میتونه پول خودش رو پس بگیره هفته قبل بود که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت که این بازی ها به صورت کامل برگزار میشن و زمانش دیرتر از تابستان 2021 نخواهد بود خب این نخستین بار در در واقع المپیک مدرن که 124 سال قدمت داره هست که در زمان صلح به اه... خب این بار ویروس کرونا این مسابقات لغو میشه قبلا سه بار اتفاق افتاده بود سال 1904 به دلیل جنگ جهانی اول سال 1940 1944 هم به دلیل جنگ جهانی دوم دیروز خبر یه مقدار شد بشه گفت عجیبی که اومد گفته هلمود مارکو رئیس تیم ردبول در فرمول یک بود که به راننده تیمش توصیه کرده بودش که به کرونا مبتلا بشن آقای مارکوس 76 ساله با این استدلال که راننده ها همه جوان هستن از نظر بدنی قوی هستن و صد در سلامت کامل سر میبرن گفتش که بهتر است که در یک کمپ رو جمع کنه تیم خودش رو و تا اینا به ویروس کرونا مبتلا بشن و بعد بتونن کار خودشون اثر بگیرن البته عقیده ای که سایر مدیرای فرمول یک مخالفش هستن و مسابقات هم در حال حاضر لغو شده دیروز خبر خوبه دیگه اومد این که تیم فرمولی که مرسدس با همکاری دانشگاه کالج لندن مشغول ساختن نوع دستگاه کمک تنفسیه که بسیار از بیماران رو از دستگاه تنفس مصنوعی نیاز میکنه خب تیم مرسدس قهرمان فرمولی که جهان هست که لوئیس همیتون راننده قهرمان مسابقات هم در اون تیم حضور داره یک خبر دیگه هم دیروز اومد که البته هنوز رسمی نیست اما نایب رئیس فدراسیون تنیس آلمان گفتش که فردا یعنی در واقع چهارشنبه به طور رسمی اعلام میشه که مسابقات ویمبلدون لغو خواهد شد مسابقات ویمبلدون در تابستون برگزار میشه و با هنوز مسئولانش اعلام نکردن با توجه به شیوع ویروس کرونا چه اتفاقی میفته هر چند که در حال حاضر اکثر مسابقات در واقع تمام مسابقات معتبر تنیس لغو شد و قبلا هم مسابقات رولنگاروس یا اوپن فرانسه که دومین گرند اسلم با فاصله یک ماه قبل از میملدون هست مسئولانش اعلام کرده بودند که به تعویق میفته و اواخر سپتامبر یا بعد از اوپن آمریکا برگزار میشه برنامه با معرفی دو کتاب توسط مسعود بهنو روزنامه‌نگار ساکن لندن به پایان میبریم روزا جمالی حالا دیگه شاعر است بی تردید شاعر است و شاعر شناخته شده است یک بیت سالی هست که در چنین وضعیتی است متولد همون دوره انقلاب هست در تبریز و به همین جهت هم, هم بعدا اومد و ادبیات انگلیسی خوند مترجم خیلی خوبی هم هست و سالها در اون کردار موند تا اینکه به نظرم میرسه وقتی که به کارگاه شعر دکتر براهنی رفت و اولین کتابش داد که خیلی کتاب جنجالی بود این مورد سیب نیست یا خیار است یا گلابی خیلی یا چون بود سال 77 هفت هفت. سال معروف قطعه زنجیری و بعد از اون همچنان در یادداشت‌ها و مقالات و های بود ولی شاعر پرکاری است شعراش به زبانهای مختلف ترجمه شده و بعضی از کتابهاش چندین چاپ شده است چاپ های چار پنج تا پیدا کرده است بزرگ راه دستی است یکی از اونهاست و این آخرین کتاب اینجا نیروی جاذبه کمتر است همین امسال نشر مهر و دل در است بعد از کشمکش های مختلف بالاخره منتشر شد با هم گوش کنیم با صدای روزا جمالی شعر سرخص از مجموعه اینجا نیروی جاذبه کمتر است که 13 شعر درش است هفت طبقه بودم گیاهی مخصوص به تن داشتم در جشنی شبیه مراسم خط شرکت کرده بودم سنگ بر پیشانی برگشتم بر سرزمین مادریم بار دیگر نگریستم و گریستم پدرم سیمرغ بود مادرم الههی بیتاب در شوش و حکمتان و مقبره مرد خای و خدا با من بود این چشم ها دوربین من شدند در تاریکی محض مطلق و من استوره گنگ برخورد قاشخا با چنگال بودم در لحظه شام ایزد بانوی بزرگ راه نواب منم به قبرستان می روم در منتها علیه شرقی این شهر این که مطلق باریده بر فرق سرت این چیست این پلشتی آرام چیست به چه می ماند چیست فرشتگان بر موهای تاریکم لانه کرده بودند به ناچار و من پریان را شسته بودم لکه گیری کرده بودم شبیه برنج دم کرده بودم ساعت را میدانستی، در لحظه‌ای که کش می‌آمد و خمیازه می‌کشی آن لحظه منجمد و خاموش وقتی با چنگال های زخمیم بر اجاق گاز سر می‌رفتم وقتی تمام صحنه میدان انقلاب را فرا گرفته بودم و فوران می‌کردم و با وایتکس صورتم را سفید نگه داشته بودم انگار سرخص منم سرزمینی پدر، آریتی شهری سوخته ممنوعه و آلوده به انواع مرس ها، بیماری ها، ها،, ها، و دستگاریها ها به کجای این سرزمین دل ای برادر؟ این سرزمین که به تمامی سوخته است، نیمی شکور است، نیمه دیگرش به سر بالوده است سرخص منم، ایزد بانوی وحشی خار و پلشت برندوه ساکنه چشم زخمی که بر سرزمینم بافته اید کوه را که من کندم برادر تو چه کردی؟ تنها مشتی خاک آوارم می کند گیجم می کند به ناگاه مشتی خاک که پاشیده بودمش بر بوزر جمهور و یزد گرد و خاکسترم که بر دریاها پخش شده است دیگر و در آبهای دجلارام گرفتم برادر این بوی کهنه نا میدهد در انکبوتی که لانه کرده است درست بر فرق سرم و تو میدانستین را میدانستین را به ناچار میدانستین را مراسم نامگذاری به پایان رسیده است چراخ را خاموش کنید فردا شنبه است آه نمیکشم پریدخت آینه ها روی دست بر انگشتان سبابم من که هفت دریا را گریه کردم شش هزار سال و از خشم به گوشه صندلی پناه بردم پیاده رو خلوت است رهگذران به خوابی ابدی رفتند و این منطقه متروک نظامی است دیر زمانی است که مسکونی نیست تمام جسمم را به باد سپردم و روحم را به بادگیرها اسیر ثانیه‌ای بودم سالها و گوش تا گوش حرفهایم خاکستر بود و کربن و زغال سرخص گیاهیست وحشی که نامگذاری نمی شود شبیه برگ کاهوست نامیده نمی شود پوست انداخته است. فرخونده آقایی نویسنده آشنایی است متولد سال 35 است در محله خانیاباد تهران به دنیا آمده بچگیش بیشتر در همون دور هفت چنار رو خیامونه حسام سلطنه کرده و بعد رفت دبیرستان و تصوری که نمی کرده این بوده است که یک موقعی نویسنده بشه بیشتر ذهنی از چیز دیگه بوده تا اینکه کتاب تصویر دوریان گری معروفترین کار اسکار والد نویسنده ایلندی رو میخونه و اما راستش به نظرم میرسه که وقتی که میره تو کلاسای آقای صفتر تقییزاد شرکت میکنه این جا نیست که آقای تقیزاده میریزه در او ولی خودش هنوز فکر میکرده که توی نوشتن برای سینما و تئاتر میتونه کار بکنه و من دوره یه دورهی هم این کار رو کرده است تا بالاخره دیگه در سال 77 هفت، به گمانم یا 76 بود که اولین کتاب خودش رو منتشر کرد داستان یک زن یک عشق بعد یک رومانی به اسم رمان جنسیت گم شده و یه مجموعه داستان های گربه های گچی زمانی از شیطان یه مجموعه داستانی با عنوان زنی با زنبیل رو سه سال پیش منتشر کرد و بعد از اون البته دوتا رمان دیگه هم منتشر کرده است این رمان ها غیر از همین زنی با زنبیل با استقبال روبرو شدن زنی با زنبیل با استقبال روبرو نشد ولی هم از نظر خود خانم آقای هم از نظر بنده بی تقصیر که خواننده رمان هستم اینطوری نیست قصه هایی که توش هست قصه های بسیار خوبی است از جمله قصه که خواهش کردم شروعش رو ایشون بخونه با صدای خودش سر خاک یکی از قصه های مجموعه زنی با زنبیل با صدای خانم فرخنده آقایی وقتی رسیدیم سر خاک آفتاب داشت غروب می کرد یکی یک بشقاب آش دادن دست ما چه آشی بود پر پیازداغ و نعناداغ توی بشقاب بلور قابلامه آش روی چراغ گازسوز بود همسایه ها آش رشته پخته بودند شیر آب همون نزدیکی ها بود بشخاب ها و قاشق را همانجا می یکی گفت آی بدم میاد غذا توی ظرف یه بار مصرف با قاشوق نایلونی اصلا غذا مزه نمیده زنها دور هم نشسته بودن از فامیلا همه بودند زیرانداز پهن کرده و روی آن پتوی گلدار کشیده بودند دیستهای میوه و شیرینی رو گذاشته بودند وسط مردها بیشتر سرپا واسداده بودند سیگار میکشیدند و با هم خوش و بش میکردند چند نفری روی سندلی های تاشو نشسته بودند. چند تاج گل و سبد گل این طرف آن طرف بود. یکی گفت دعا کنین اون دنیا براتون گل بارون بشه. این گل ها چیزی نیست. دخترها پذیرایی می یه چیزی بذارین دهنتون. زحمت کشیدین این راه دور رو اومدین توی ترافیک. آفتاب غروب کرده بود. ولی هنوز هوا روشن بود. نسیم خنکی می آمد بچه ها توی خاک و خل بازی می‌کردند کفش‌ها این طرف و اون طرف به لو بود عروس ماهبانو سردش شده بود یه گوشه کس کرده نشسته بود کتم رو دادم بهش بپوشه نخواست. گفت اگه بپوشم وقتی خواستم در بیارم بیشتر سردم میشه اول که خبر رو شنیدم زدم توی سرم و گفتم وای حالا با چه رویی بریم سر خاک ماهبانو این همه سال با هم قهر بودیم اون روز مثل سیزده به در بود همه دور هم بودیم یه صفایی داشت این هم دو کتابی که مسعود بهنود به شما معرفی کرد. ساعت اولی چشمانداز بامدادی در همینجا به پایان میرسد. ساعت دوم رو با تازه در این خبرهای جهان می میکنیم.